سلام خدمت دوستانی که صدای من رو میشنون. من محمد دهستانی هستم، مؤلف کتاب ابو ریحان بیرونی از این مجموعه تاریخ و ادبیات ایران. دوستان من از دفتر فرهنگی شهر کتاب خواستن از من که چند دقیقه مزاحم شما باشم و درباره ابو ریحان و اهمیت کار او در تاریخ و فرهنگ ایران صحبت کنم. فرض کنم که ابو ریحان در سوم ذیحجه 362 قمری برابر با 19 شهریور 352 خورشیدی در خوارزم دنیا آمده، یعنی الان تقریبا که من تحقیقا 1047 سال از زمان ولادت او میگذره. این 1047 چونین سال ولادت ابو ریحان بیرونی است. چرا به او بیرونی میگن؟ چون که او در واقع در بخش شرقی خوارزم در جایی به نام کاه با سنخته کاه به جنگ آمد، چون زادگاه او بیرون از محدوده شهر بود به بیرونی، بر حسب اصطلاح خوارزمیان اون روزگار به بیرونی معروف شده است. ابو ریحان بخشی از عمر خودش رو، در واقع عمدتاً دوره جوانی خودش رو، تا حدود 25 سالگی در همون خوارزم می‌گذران، همونجا درس خواند، تحصیل کرد و در بعد که محیط سیاسی خوارزم به دلایلی دچار آشوب و ناامنی شد و کم کم اون خوارزمشاه ها به صورت سنتی در اون حالی حکومت می کردن، به دست در واقع بر اثر اختلافات درونی خودشون با هم مشکل پیدا کردند، گروه بندی هایی شد و اینها، و به هر حال اونجا قدری در حدود 25 سالگی ابو ریحان ناامن شد. ابو ریحان به دعوت امیر شمس المعادی، قابوس بن بوشنگیر مشهور، به گرگان رفت که این امیر زیادی در گرگان حکومت میکرد. به اونجا رفت و کتاب مشهور خودش به نام الآثار الباقیه را در همون گرگان در خدمت این امیر زیاری نوشت و به نام شمس المعالی در منتشر کرد. وقتی بعد از چند سال دوران خوارزم آرامتر شد و اون اختلافات ما بین خوارزمشاهان برطرف شد و بالاخره آل مأمون، سلسله‌ای به نام آل مأمون که هیچ ربطی هم به اون مأمون مشهور عباسی ندارد، در اون خطه حاکم شدن، ابو ریحان در اوایل 394 قمری باز به خوارزم بازگشت و در خدمت پادشاه خوارزم یعنی ابوالحسن علی ابن مأمون قرار گرفت که در اونجا در دربار این علی ابن مأمون از احترام ویژه‌ای برخوردار بود. من در این کتاب روایتی رو آوردم که نشون می‌دهد چقدر این ابوالعباس خوارزمشاه بیرونی احترام بگذاشته. گفتن ابو ریحان روزی ابوالعباس خود به حجره محل خدمت ابو ریحان آمد، چون ابو ریحان در دربار این خوارزمشاهان یک سمتی مثل وزارت داشت، به صورت رسمی نبود ولی طرف مشورت اونها بود.
و خواست به احترام او از عصر فرود آید، یعنی ابوالعباس میخواست به احترام ابو ریحان از عصر فرود بیاد. ابو ریحان زمین بوس کرد و او را سوگند داد تا فرود نیاید و خوارزمشاه در پاسخ این بیت رو خوند. خب بیت عربی است، اینها فارسی که نمیدانستن، زبان رسمی دربارشون هم عربی بود، بنابراین با همون ادبیات عرب در واقع خیلی اخت بودن و این است که این بیت عربی رو میخونه برای ابو ریحان. خیلی آموزنده است واقعا. العلم من اشرف الولایات یعطیه کل الورا ولایاتی، ترجمهش این میشه که علم دانش از ارجمندترین قلمروهای فرزندهای ها، یعنی کل الورا، همه مردمان به سوی دانش می آیند، ولا یعطی ولا یاتی، ولی دانش به نزد کسی این یا به خدمت کسی نمی رود. در حقیقت با این بیت انگار که ابو ریحان رو دانش مجسم یا نماد دانش دانسته. بله، تا مدتی ابو ریحان در اونجا بود که بعد این خوارزمشاهان که به دست محمود غزنوی بر افتادن و اوضاع خوارزم بعد از مدتی در همین دوره ابوالعباس به دلیل شورش سپاهیان اینها متشنج شد و محمود غزنوی فرصت یافت که در خوارزم دخالت بکنه، لشکرکشی کرد به عنوان اینکه سرکوب کنه شورش سپاهیان خوارزم رو. در واقع یعنی میخواست به ظاهر اینطور بود که میخواست به ابوالعباس خوارزمشاه کمک کنه، ولی در حقیقت نقشه کشیده بود که خوارزم رو تصرف بکنه و این کار رو هم کرد و ابو ریحان بیرونی به جمعی دیگری از دانشمندان دربار خوارزم حالا یا به میل خودشون یا به احتمال زیاد به اجبار محمود با او به غزنه رفتند که پایتخت غزنویان بود. و از این به بعد است که ابو ریحان در خدمت محمود غزنوی قرار میگیره و در تحقیقات خودش رو، پژوهش‌های علمی خودش رو حتی که در دربار محمود انجام میده. کتاب مهمی هم که ابو ریحان در دربار غزنه نوشت و واقعا بی‌نظیره، تحقیق رو مال الهند بود که مشهور به مال الهند. این کتاب به عربی به اصطلاح متن زمان به عربی نوشته شد، مثل بسیاری از کتاب‌های ابو ریحان بیرونی، همون الآثار الباقیه هم که به عربی بود. و فقط ابو ریحان یک کتاب رو به فارسی نوشته است که اون از تفهیم در زمین نجوم، اونم دو تا تحریف داره، یکی به عربی و یکی به فارسی، ولی فارسیش رو هم خود ابو ریحان نوشت، ولی بقیه آثار ابو ریحان همه به عربی نوشته شده. و خود او میگه که از چه من در هر دو زبان بیگانه ام، یعنی فارسی و عربی، بله خب زبان خوارزمی زبان ویژه‌ای بود، زبان مادری ابو ریحان، و او فارسی و عربی رو از دور آموخته بود. در واقع زبانهای عربی میشه گفت زبان دوم او، فارسی زبان سوم شاید بود، ولی خودش میگه که برای من نوشتن به عربی بسیار آسان‌تر است تا به فارسی، چون این زبان اصلا آمادگی نوشتن مطالب، آمادگی این رو نداره که باش مطالب علمی بنویسیم. این خب عقیده ابو ریحان بوده. با این حال خودش تفهیم رو به فارسی هم نوشت.
هر حال بحث ما بر سر این تحقیق مال الهند بود. این کتاب با همه اهمیتی که داره متاسفانه تا به حال کامل به فارسی ترجمه نشده. این ترجمه هایی هم که به صورت ناقص به فارسی وجود دارد از این کتاب من دیدم، میتونم بگم از حیز ساقط هست و هیچ کدام به کار نمیاد. ترجمه بسیار خوبی که زاخائو اول به آلمانی و بعد به انگلیسی از تحقیق مال الهند از بحث نظرم مهمترین کاری در این حوزه صورت گرفته، هم ترجمه کرده هم تحقیق کرده راجع به این کتاب، توضیحات خوبی نوشته است و چقدر خوبی که ما ایرانی ها واقعا در این روزگار با کمک لطف ترجمه او و با کمک ترجمه و تحقیقی که با خود را در 19 انجام داده این کتاب رو یک ترجمه خوب فارسی ازش به دست بدیم. من برای اینکه بیشتر از این وقت شما رو نگیرم، فرصت زیادی میدونم ندارم، به من گفتن فقط در حدود 10 دقیقه صحبت کنم. این چی که حجد ابو ریحان نوشتم و در پشت جلد همین کتاب هم آمده، همین رو برای شما میخوانم برای اینکه بدانید که ابو ریحان در میان دانشمندان ایران و جهان از چه مقامی برخورداره و ما هیچ واقعا راهی نیست که بگیم بعد از ابو ریحان ما دانشمندی به این بزرگی و اهمیت در جهان اسلام نداشتیم. هیچ مبالغه نکرده ایم اگر ابو ریحان را یکی از معدود دانشمندان جهان بشماریم که با عدول از معیارهای فکری و عقیدتی حاکم بر روزگار خودشان بنیادهای تازه‌ای برای دانش بشر افکنده و زمینه‌های تحول آن را فراهم آوردند. تیزبینی و صراحت بیان نقادانی بیرونی چنان است که گویی با دانشمندی امروزی در ردیف بزرگان آینشتین در راسل سر و کار داریم. او را می توانیم نخستین هند شناس و دین پژوه و مردم شناس جهان به همان معنایی که امروز از این واژه ها اراده می کنیم بدانیم. مردی مانند لئوناردو داوینچی که قرنها از زمان پیشتر بود به مسائلی می اندیشید که به خاطر کمتر کسی از مردمان زمان خودش یا حتی بسیاری از انسانهای روزگاران بعد خطور می کرد. بیرونی چنان از روزگار خود پیشتر بود که درخشانترین اکتشافهای او را اغلب دانشمندان زمانش درک نمی کردند. نخستین کسی بود که به فرمولی ساده برای اندازگیری محیط زمین دست یافت و این را محتمل می دانست که زمین به دور خورشید بچرخد. سپاسگزارم از وقتی که فرمودید. خداحافظ.